در این آموزش قصد داریم با نحوه ساخت یک ماتریس اسپارس از روی یک ماتریس تنک در نرم افزار MATLAB آشنا بشیم. خیلی زمانها اتفاق میفته که ما یک ماتریس داریم که تعداد عناصر غیر صفر اون انگشت شمار هستن و در واقع میتونیم بگیم که اصلا مقرون به صرفه نیست که ما بخوایم کل اطلاعات مربوط به اون ماتریس رو نگهداری کنیم و یه جورای اطلاعات مکانهای صفر اون هم نگهداری کنیم. روشی که اکثرا در پردازش ها میشه ازش استفاده کرد روش اسپارس هست، روش تنک بهش میگن و ما میتونیم یک ماتریس اسپارس یا تنک رو بهش بدیم، برامون شکل خاصی از مقادیر غیر صفر رو به عنوان خروجی ایجاد کنه. فرض میکنیم که ما یک ماتریس داریم، با استفاده از تابع i اومدیم اون رو ساختیم، بس به صورت 15 در 15 باشه. حالا ماتریس i رو میام نشون میدیم به چه صورت تولید شده. همونطوری که مشاهده میکنیم ماتریس i یک ماتریسی هستش که بیشتر عناصرش به چه صورت هستن؟ به صورت صفر هستن و عناصر روی قطر اصلی اون مقدار غیر صفر رو داره. حالا در صورتی که بخوایم شکل اسپارس مربوط به این ماتریس رو ببینیم، میتونیم به سادگی تایپ کنیم اسپارس پرانتز باز i و در خروجی s بیاد برامون قرارش بده. مجددا اجرا میگیریم ببینیم که خروجیمون به چه صورت میشه. s رو باز میکنیم، میبینیم که اومده به صورت آدرس دهی شده نشون داده، مثلا گفته در پیکسل شماره 1 و 1 عنصر شماره 1 قرار داره، عنصر 1 قرار داره، در پیکسل شماره 2 و 2 همچنین 1 قرار داره و اومده به هر حال یک ساختار خاصی رو نمایش داده برای اینکه بیاد حجم کمتری، جای کمتری بگیره برای نمایش دادن اطلاعات. و همچنین اینجا میبینیم که نوشته 15 در 15 اسپارس تابل، یعنی ما در اصل ماتریسی که وجود داشته یه ماتریس 15 در 15 بوده که اومده این شکل اسپارس رو براش تولید کرده. در این آموزش با تابع اسپارس برای ایجاد شکل تنک از روی داده ها و در نظر نگرفتن مقادیر صفر در نرم افزار MATLAB آشنا شدیم.